سلام به این ویژه برنامه محور خوش آمدید. چگونگی گشایش دانشگاه ها از فردا در کشور یکی از بحث هاست که با آقای شهیدزاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی و بحث گرفته خواهد شد. و در بخش دوم این ویژه برنامه هم درباره برگزاری لویه جرگه مشورتی درباره رهایی 400 زندانی طالبان و همچنان تماس های تلفنی رئیس جمهور افغانستان با سران هند، پاکستان، ایران، ترکیه و چند کشور دیگر و همچنان گفتگوی ویدیویی وزیر خارجه امریکا با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان با دو مهمان دیگر به بحث گرفته خواهد شد. نخست آقای شهیدزاده به برنامه و استودیو خوش آمدین. وقتتان بخیر. بر اساس طرحی که شما به کابینه ارائه کردین قرار شد تا فردا دانشگاه ها فعالیت هایشان را اثر بگیرند، چون این است. جزئیات این طرح چیست؟ چی می‌دانید در این باره؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان محترم طلوع نیوز. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از اوایل بحران کرونا و فیصله کابینه در 28 هوت سال 1398 ایام قرنطینه فیصله نمود و دنبال از این بود که بتانه یک طرح بدیل در ایام بحران کرونا تنظیم کنه و زمینه استفاده محصلین را از پروسه درسی به یک شکلی با توجه به تجربه های بین المللی و تجربه هایی که بعض از کشورها در حالت های بحران این چنینی دارن تنظیم بکنه. در این طرح ما آمدن در قدم اول با مطالعه کشورهای منطقه ایران، پاکستان، هندوستان، ترکیه، چین و از طریق ارتش‌های تحصیلی که در این نهادها داشتن یک مطالعه سرویر برای انداختن و نهایتاً به نتیجه رسیدیم که یکی از راهکارهایی که میتونه طرح بدیل در ایام بحران کرونا باشه که همین روزاست، دقیقاً از اوایل امسال تا الحال طرح سیستم مدیریت آموزشی یا سیستم HLMS ایجاد کرد. میخوام یک بگراند قبلی خدمت شما داشته باشم، باز بیام به طرحی که امروز کابینه فیصله کرده. خب در حالت بحران بخوایم و نخواهیم نیاز به این داره که ما یک سلسله شرایط عادی نیست، باید یک سلسله مو نظر به شرایط یک سیستم ایجاد بکنیم که استفاده از او برای محصلین به وجود بیاید. سیستم HLMS یک تجربه خوبی بود، اگرچند این سیستم آموزش الکترونیک همراه با مشکلاتی از نقطه نظر زیرساخت‌های تکنیکی، زیرساخت‌های اداری، زیرساخت‌های تقنینی وجود داشت. اون تا از اون اوایل تا الحال مرتب این سیستم بازنگری شد، مرتب گزارشات که ما هفته وار از نهادهای تحصیلات عالی افغانستان داریم استفاده از او برای محصلین بهبود یافته و توانسته که یک به عنوان یک پلتفرم انتقال معلومات داشته باشه به محصلان. خب یعنی این شامل به تحصیل و درس‌های روزمرگی نمیشه، یک بحث تبادل معلومات و اینا. دقیقاً یک سیستم درسی غیر حضوری است که محصلین با داخل شدن به این سیستم استاد مواد درسی خور، پاورپوینت خور، کلیپ‌های ثبت شده خود خور به روی این پلتفرم قرار میده. محصلین با اکانت‌های مشخص داخل میشن به این سیستم و در این ایام کرونا که دسترسی حضوری به نهادها امکان پذیر نبود، این زمینه مهیا شد که بتونن از مواد درسی استفاده بکنن. این به عنوان یک استراتژی عملی شده، یک به عنوان یک راهکار اولیه قبل از دروس حضوری بود. به تعقیب از یک طرح به نام طرح سیستم مدیریت آموزشی افغانستان در ایام بحران کرونا تنظیم کرد وزارت تحصیلات عالی که هم شامل سکتور خصوصی هم شامل سکتور دولتی میشد. در این طرح ما آمدیم یک سری ساختارهای اداری تعریف کردیم، چون در حالت بحران کرونا نیازه که کمیته های اختصاصی در سطح پانزده‌ها در سطح پانتون ها ایجاد بشه، بر پروسی دروس غیر حضوری و حضوری نظارت بکنه. در این طرح آمدیم ما پیش بینی کردیم بر اساس فیصله کابینه 15 اسد تاریخ 25/4/1392 نهادنو کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله کرد که دروس حضوری 15 اسد شروع بشه. ما آمدیم بر اساس این فیصله یک طرح تنظیم کردیم که شامل دو راهکار بود. راهکار اول در صورت که بهبود بیابه ویروس کرونا و تحت کنترل قرار بگیره ما 15 اسد شروع بکنیم که این شامل دو بخش بود، هم برای سکتور دولتی هم برای سکتور خصوصی.
و هم برای ولایت های سرسیر افغانستان، به ولایت های گرمسیر افغانستان. در این تر 15 اسد دروس شروع میشه، با مدت 8 هفته به صورت تشدیدی دروس برگزار میشه. در ختم 8 هفته امتحان نهایی سمستر برگزار میشه. نخست سال بله. و این سمستر به ادامه بحثی بود که در مقدمه من توضیح دادم، یعنی ما 8 هفته دروس حضوری داریم. این در 8 هفته دروس حضوری به ادامه دروس غیر حضوریه که از طریق پلتفرم HLMS تطبیق شده و به ختم سمستر امتحانات نهایی برگزار میشه و تقریبا از آن یک هفته محصلین باز رخصتن، با سمستر دوم شروع میشه. این مربوط به ولایت سرسیر افغانستان. در ولایت گرمسیر افغانستان چون تقویم زمانی از نا متفاوت از ولایت سرسیره، قبل از ایام قرنطین این نهادها 7 هفته دروس حضوری داشتن و به تعقیب آن دروس غیر حضوری از طریق پلتفرم HLMS تطبیق کردن. به اون نهادها ما 4 هفته را تنظیم کردیم به ختم 4 هفته نامکلف برگزاری امتحانات نهایی. شما در بحث دروس غیر حضوری، یعنی میگین به نوع یا شیوه تدریس موافقانه سپری شده؟ ببینین، من در مقدمه صحبت ها هم گفتم که سیستم HLMS در تمام دنیا اوپن یونیورسیتی پوانتون های مجازی پوانتون های خاصه، اما معیارها بعضا متفاوت است. این پوانتون ها زیرساخت های اداری، زیرساخت های تقنینی، زیرساخت های اکادمیک و زیرساخت های تکنیکی خاص خود خود نیاز داره. با آن هم وزارت تحصیلات عالی میتونست از 28 اسد تا الحال کاملا بالت رکود باشه و هیچ فعالیت را انجام نده. با آن هم با تجربه بین‌المللی ما آمدیم زمینه استفاده چنین سیستم را مهیا ساختیم. بخواهیم و نخواهیم تطبیق این سیستم نظر به شرایط افغانستان مشکلات خاص خود خورد. چرا مثلا یعنی موثر بوده؟ دقیقاً مشکلات خاص خود خورد داره. منتها از شروع ایجاد این سیستم که تقریباً 3.5 ماه میگذره، هر هفته وزارت تحصیلات عالی با کمیته‌های اختصاصی که در این حوزه داره کار میکنن مشکلات این سیستم به حداقل میرسونه، استفاده از این و حداکثر رسانده. از این نقطه نظر بخواهیم و نخواهیم مشکلات در تطبیق سیستم وجود داشته، کم بوده مردم مثال مسائل اینترنت، عدم دسترسی موثران به همه امکانات، اما مواد از پیش از دقیقا اینترنت مواد چگونه دقیقا هر استاد مکلف، هر استاد من میخوام توضیح بدم، هر استاد مکلفه که به مو یوزر اکانت خود داخل بشه. یوزر اکانت به نام مضمون مشخص تعریف شده، سلاید درسی خور، لکچر نوت، منابع درسی که لازمه، ممد درسی، حتی بعضی پروژه ها، بعض فرض مثال سوالات تحقیقی از طریق پلتفرم موثر انتقال میده. موثر از طریق موبایل، از طریق کامپیوتر داخل میشه و بعد از او این منابع درسی میتونه در ایام خلاص بحران کرونا قرنطین اونا رو مطالعه کنه. و این بیشکل نبود، استثناءً در بعضی از مؤسسات زمینی دروس دایرکت حضوری به وجود می آمد از طریق مجازی. به عنوان مثال استاد به سیستم داخل می شد، توضیحات خود بداد، مؤسسه سوال مطرح می ساخت. یا ای که فرض مثال از طریق شبکه های مختلفی مثل گوگل کلاس روم، مثل واتساپ گروپ، به این شبکه ها هم زمینه استفاده از مؤسسین از منابع درسی مهیا شده. با آن هم مراحل میان، اما بله. آماده ساختن مواد برای یک سیستم تازه و ناشنا کار ساده نیست، زمان میبره. چگونه تونستین که مواد آنی آماده شده در دسترس مؤسسین قرار بگیره؟ صنف های ایجاد شما صنف های ببینین 95% اساتید در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان دارای پاورپوینت مشخص درسی هن. 95% اساتید نهادهای تحصیلات عالی افغانستان دارای منابع درسی، تکست بوک ها و لکچر نوت های درسی هن. صرفا پلتفرم HLMS زمینی دسترسی به این منابع در این مدت زمان قرنطین به وجود آورده و همچنین تعدادی از اساتید با ریکارد کردن، با ثبت کردن درس خیش زمینه انتقال از او از طریق HLMS برای محصلین، یعنی زمینه مهیا ساختن. من به این موافقم که دسترسی به اینترنت، زیرساخت‌های تکنیکی، نظر به شرایط افغانستان و مشکلات اقتصادی که
جوانان ما و محصلین ما داشتن، این سیستم عد ایدئال و مطلوب تطبیق نشده. منتها به اون وزارت تحصیلات عالی تونسته در حالت بحران ایجاد یک فرصت بکنه، این سیستم به وجود بیاره. حداقل ما بتونیم به سالهای بعدی هم با ایجاد پوانتون فرض مثال مجازی این سیستم درسی در افغانستان نهادینه کنیم، کار بسیار کلانی انجام داده. خب اما در حال حاضر و در اوضاع کنونی شکایت وجود داشت، به دانشجوها شکایت داشتن، انتقاد داشتن، این سیستم را نابکار گفتن، گفتن که مستفید نمیشن از این برنامه، مشکلات بسیار زیاد است، کارایی نداره. ببینید ما برای هر سمستر 16 هفته درسی داره به صورت نرمال. ما آمدیم از فردا بین 8 تا 10 هفته درسی دروس به صورت حضوری برگزار میشه. مدت 4 ماه دروس غیر حضوری محاسبه شده به 6 هفته درسی. چرا؟ چون به خاطر از اینکه شاید تعداد از محصلین به سیستم دسترسی پیدا نکردن، مشکل تکنیکی وجود داشته و اهداف کیفی که ما در تطبیق هر سمستر داریم دنبال میکنیم و دنبال نشده باشه. به نسبت ما به هیچ نهاد خصوصی و دولتی در افغانستان اجازه ندادیم که بدون برگزاری دروس حضوری امتحان برگزار کنند. یعنی ما داریم به نیمه های سمستر قرار داریم از نقطه نظر روال عدی. یعنی ما 6 هفته را محاسبه کردیم به 4 ماه که محصل آمادگی گرفته و بین 8 تا 10 هفته دیگر مکلف محصل به سیم حضور پیدا کنه، استاد اوش مدت زمانی که از سیستم غیر حضوری برای محصل دروس انتقال داده به سوالات محصلین رسیدگی بکنه، پروژه های مختلفه تنظیم بکنه تا محصلی که در این دوره نتونستن استفاده مطلوب داشته باشن در این 8 هفته دروس تشدیدی انجام بدن. یک بس را میخوام در بس مرتبط به این بس میخوام با شما اشاره کنم. در همین بس سیستم را که شما میگین حتی در بزرگ شهرها هم بسیار عملی نیستن، چون شهر کابل، هرات، کندهار، ننگرهار، بلخ 29 یا 28 شهر دیگر که بسیار محروم هم هستن، دانشجوهای اونا چی کار کنن؟ من یک سوال دارم از شما، میخوام به این سوال جواب بدن. آیا نسل جوان افغانستان، محصلین افغانستان، یعنی اگه به فیصدی بگیم بین 75 تا 80% دسترسی به اینترنت دارن؟ شما شبکه‌های مخابراتی را در ولایت‌ها مختلفه از وضعشان با خبر هستید؟ به هر صورت دسترسی نسل جوان، آماری که وزارت مخابرات افغانستان میده و آمار دسترسی به اینترنت در افغانستان وجود داره، نشان دهنده از این است که جدا از مسئله درسی، یعنی دسترسی موثران به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل واتساپ، شبکه‌های مختلفی که وجود داره. او شبکه‌ها استفادهشون لازم نیست. ما یک دقیقاً می‌خوام این بحث شما سیستم چلا میشن دقیقاً یک پلتفرمیه که موثری واسه داخلش به فیسبوک داخل میشه، به نمو سیستم یوزر اکانت داره، در اونجا منابع درسی ثبت شده، ریکارد شده، فقط صرفاً او زمینه مطالعه از بهتون معیوم میشه. چگونه اینترنت، چگونه برق، چگونه ابزاری که استفاده شده به شما موافقم که مشکلاتی از نقطه نظر اینترنت و ساختهای دیگه وجود داره. بیایم بسر به این سوال مطرح بکنیم که اگر این سیستم ایجاد نمیشد به عنوان یک فعالیت مؤثر، به عنوان یک فعالیت مفید در ایام قرن مؤثریت مفیدیت را میخواییم که شما توضیح بتین داشت. شما اجازه بدید که بسم ختم بشه. ببین اگر چنین سیستم وجود نمیداشت، یعنی وزارت تحصیلات عالی همین پلتفرم را ایجاد نمیکرد، خب تمام جوان ها به خانه بودن، در ایام قرنطین وجود داشت، آیا امکان دسترسی دیگه غیر از وجود داشت؟ بس اینه بس در حالت بحران کارایی داشته، چقدر مفید تمام شده مؤثر. من با شما موافقم که من در مقدمه بس هم گفتم که نتایجی که ما، راپورهایی که ما از نهادهای تحصیلات عالی افغانستان داریم، هفته به هفته روند سعودی رو داره نشان میده و این روند به معنای از این نیست که ما کاملا در تطبیق سیستم غیر حضوری در افغانستان موفق بودیم. ما در مقدمه بحث برای شما گفتم که سیستم غیر حضوری در دیگه جوامع اوپن یونیورسیتی ها پوانتون های مجازی خاص وجود داره.
فقط وزارت تحصیلات عالی در حالت بحران زمینی یک استفاده مطلوب برای جوانا برای محصلین معیا ساخت تا بتونن از استفاده بکنن. اما زمینه چقدر فراهم بوده شاید زاده صاحب؟ بله. ما به شما میگم که در بخشای دوردست شهر کابل انترنت دقیقاً ما برای اون ضرور است. دقیقاً ما برای است کار آیی نداره، ضعیف است، مشکل داره، هم هر روزه شما میشنوین انتقاد ها. دقیقاً ما برای اون دماسیلینه که نتونستن از این سیستم استفاده کنن در این تر مکلفیت ایجاد کردیم برای رؤسای پوانزه ها، برای آمرین دیپارتمنت ها که موثرینی که در سیستم داخل نشن، آنلاین نشدن در این سیستم و نتونستن از مواد استفاده کنن، دو هفته جداگانه برای این موثرین به صورت انتنسیو و تشدید درس برگزار بکنن. جبران میشه در دو هفته؟ به هر صورت ما در بحران قرار داریم، ما نمیتونیم اون اهداف که 16 هفته درسی کاملا بتونیم به اهداف حالت عادی، یک بحرانه، در حالت بحران باید ما زمینه از این مهیا کردیم یا پیشبینی کردیم که در سال 1400 این نواقصی که بر سکتور تحصیلات علی افغانستان یا مو کمبودی هایی که ایجاد شد بتونه در برنامه های سمستر های بعدی بتونه تطبیق بشه. من دوباره میخوام بسر به این دیدگاه مطرح بکنم که وزارت تحصیلات علی آماده با توجه به تجربه های بیرونی زمینی استفاده مطلوب بر تحت یک پلتفرم برای محصلین مهیا کنه. بسیار خوب. و اگه این پلتفرم به وجود نمی آمد امروز ما در مرحله بودیم که هیچ نوع فعالیت های اکادمی که در نازها نداشتیم و 4 ماه وقت محصلین ما کاملا هدر رفته بود. بسیار خوب. هم حداقل زمینی مطالبه برای محصلین، یک بخش قابل توجه از محصلین از این فرصت این اقدام و فعالیت بهره نبردن که باید توجه شوی بند بهره بردن قسمتی هم مشکلات در تطبیق وجود داشته. شاید طرحی که بر اساسش قرار شد از فردا دانشگاه ها فعالیت هایشان را از سر بگیرن، جزئیاتش جز این 8 هفته درس که در نظر گرفته شده به خاطر جبران پسمانی ها، دیگر چه مسائل را در خود داره؟ بریم یک سه مکلفیت ها برای آمرین دیپارتمنت ها، رئیس های پوانزه ها، شورای علمی پوانزه ها، شورای علمی پوانتون ها، یک سه مکلفیت های اکادمی که ترک کرده. به عنوان مثال یکی از راهکارهایی است که هر استاد مکلفه به ختم برنامه درسی در ایام رخصتی بین برج جد، دل و حوت که امسال یعنی به ختم سمستر دوم در ایام زمستان بازم یک سری پروژه های کاری عناوین برای موثرین بده، رفرنس ها رو مطرح بکنه که موثرین مطالبه کنن. یک را کار چرا حضوری صنف آدم ها نبیا؟ ببینین ما امروز به وزارت صحت عامه افغانستان یک جلسه داشتیم، دو جلسه تنظیم شد، یک جلسه با حضور وزیر معارف، وزیر تحصیلات عالی و وزیر محترم صحت. وزارت محترم صحت هنوز نگرانی های مشخص خود برای برگزاری دروس حضوری در افغانستان به نسبت شیوع کرونا داره. از این نقطه نظر ما نمیتونیم که کل 16 هفته درسی رو تطبیق بکنیم، یعنی به صورت حضوری تطبیق کنیم. چرا که تعطیل است؟ چرا؟ به خاطر از اینکه از یک بود مصارف خلاصه تسخین و گرمایش سنفا در ایام زمستان بسیار مشکله برای نظام تحصیلات عالی دولتی، خصوصا تعداد قابل توجه از محصلین در لیلیه ها هستن، یک پرابلم وجود داره. با آن هم ما قسمتی از زمستان را پیش بینی کردیم که بتونیم دروس حضوری برای سمستر دوم تنظیم کنیم. و دوباره میخوام تکرار بکنم، در حالت های بحران شما نمیتونیم اهداف اصلی اونها در تامین بکنیم، با آن هم که شما بتونیم 80% اهداف شرایط عدیل بتونه تامین بشه، بزرگترین کار انجام داد. اما نباید یک سمستر ناقص گذاشتن داشته. بر صورت شما مطالعه کنیم در کشورهایی که وضعیت تحصیلی از به مراتب از افغانستان بهتر، ایران، پاکستان، هندوستان، کشورهای همسایه ما، به مجرد که بس قرنطین مطرح شد، دروازه نهادها بسته شد، خلاصه اونا از این شیوه های مختلفی انجام دادن، نهایتاً امتحان اصلی که آنلاین گرفتن مقابل قیاس ایران و پاکستان. سیستم درسی آنلاین و غیر حضوری در کشورها بیشترم به شما گفتم که زیر ساخت های خود به کار داره. با آن هم وزارت تحصیلات تلاش بکرده که یک زمینه مهیا بسازه و جبران او خساراتی که امسال وارد میشه
مثلا به سال 1400 ما تنظیم کردیم. در سال 1400 همه عاملین دیپارتمنت ها و اساتید نهادهای تحصیلات عالی افغانستان مکلفند قسمتی از مواد درسی با تسلسل منطقی مضامین به سال 1400 پوشش بدن. یک بار دیگر فراموش نکنیم در مرحله لیسانس در تمام نظام های آموزشی یک بحثی وجود داره که چگونه بتونیم یک سری مسئولیت ها رو به مؤسسین انتقال بدن. مؤسسین باید مثلا یک تعریف که از سیستم کردیت میشه در ایست که در سیستم کردیت یک قسمت حضوری در صنف، یک قسمت کردیت های دیگه توسط کارهای پروژه‌ای عملی مطالعات شخصی مؤسس خارج از سایه صنف تنظیم میشه. اما اونا مضامین اساسی نیستن. دقیقاً مضامین اساسی هم هستن، مضامین غیر اساسی. ببین راهنما ممکن است مضامین اساسی دقیقاً ببین سیستم در دنیای امروز سیستم آنلاین یک بحثه. سیستم آنلاین دقیقاً آنلاین ما شما امکانات برگزاری من نگفتم ببین نداریم صحبت های ما ببین شما من نگفتم که شما میگین که آیا امکان وجود داره بدون راهنما. خب من میخوام بگم که سیستم آنلاین راهنما وجود داره، وسایل حضور میاره، راهنمایی میکنه. دقیقاً او قسمت از کمبودی هایی که در اثر بحران کرونا امسال تطبیق میشه جزئی طرح که در سالهای بعدی چگونه بتونه تطبیق بشه. چرا در بحث برنامه و طرح که پس از گشایش روی دست گرفته شون چقدر ماده اثرگیری فعالیت ها هستین؟ حکومت و ریاست جمهوری کابینه تاکید داره که تمامی دستورات بهداشتی یا صحی باید رعایت شوند. ببینین بیشتر در صحبت ها گفتم امروز ما با در دو برنامه با حضور وزیر تحصیلات عالی، وزیر صحت، وزیر معارف افغانستان یک سلسله تعهدات صورت گرفت. فردا در مرکز رسانه های حکومت تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و وزارت صحت افغانستان امضا میشه. در این تفاهم نامه یک سری مکلفیت ها به دوش وزارت تحصیلات عالی، یک سری مکلفیت ها از نقطه نظر از اینکه چگونه بتونه فاصله های اجتماعی رعایت بشه، چگونه فرض مثال زمین ضد عفونی کردن صنف ها مهیا بشه، مشوره های لازم، تبلیغات لازم به وجود بیه. قابل ذکر است که ما در طول 4 ماه اخیرم در نهادهای تحصیلات عالی این معلومات به اساتید برای کارمندان نهادهای تحصیلات عالی انتقال پیدا کرده. و نکته بعدی که وزارت صحت عامه افغانستان یک سر همانگیار همکاری ها را از نقطه نظر نهادهای صحی با نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی داشته باشه. شما دیدین مشکلات را در دو شفاخانه ای که 200 بستر دارن به اندازه بود که همه ناراض بودن میتونه 300 هزار محصل کم و بیش مدیریت بکنه؟ ببینید ما در شرایط فعلی آماری که وزارت صحت عامه افغانستان دو روز پیش اعلام کرد ما در افغانستان یک مورد ثبت کرونا داشتیم، یک مورد فوتیر داشتیم. اما وزارت صحت امروز هشدار داده که تا دو هفته آینده آثار بعد از ایام عید یا موج دوم این بحث هست. با هم ببینین وزارت تحصیلات عالی، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و نهادهای تحصیلات عالی دولتی توسط و امکانات در دست داشته خود مکلف بیستن که تمام تدابیر وقایعی لازم را داشته باشند. یعنی مهارت داشته باشند. و قسمت هایی که اگر بیان به واقعیت ببینین شما او لیستی که WHO مطرح میکنه، وزارت صحت عامه افغانستان مطرح میکنه با شرایط افغانستان از نقطه نظر امکانات و تجهیزات و فضا و امثال هم اگه خواسته باشیم 100% پیاده کنیم امکان پذیر نیست. پس ریسک میپذیرین؟ دقیقاً. بخواهیم و نخواهیم با توجه به اینکه سیر کرونا حالت نزولی داره و آماری که وزارت صحت عامه داده آمار رکاید دهنده تحت کنترل قرار داشتنی بحثه و در این طرح ما گنجانیدیم که هفته اول تیم‌های مشخصی در درون فاکولتا داره بررسی میکنه موارد مشکوک اگر ملاحظه شد و احتمال خطرهای جانی قوی وجود داشت او باز به آدرس کمیته استقرار مطرح میشه، باز راهکار دوم مبنی بر اینکه فرصت اندک است. فردا وقت دانشجوها در دانشگاه ها حاضر میشن، چوکی ها یا کرسی هایشان با فاصله بیشتر از یک متر تنظیم شدن.
تمام پوهنتون‌های افغانستان چه در سکتور دولتی و خصوصی هر نهاد تحصیلی اقدام به طرح مدیریتی داخلی خود کرده. یعنی شده این کار میخوام توضیح بدم، یعنی با هم تو یک فضا میخوام توضیح بدم. ببینید مثلا شرایط پوهنتون کابل تا پوهنتون پلی‌تخنیک، پوهنتون هرات تا پوهنتون ننگرهار، پوهنتون ننگرهار تا پوهنتون کاردان، پوهنتون کاردان تا پوهنتون رنا متفاوته. هر نهاد تحصیلی یک بوردر در درون نهاد ایجاد کرده، تدابیر وقایعی لازم را تنظیم کردن. یعنی معیارهای چند سان در دانشگاه‌ها؟ دقیقاً مسئله فاصله‌هایی که رعایت بشه، مسئله ماسک، مسئله ضدعفونی کردن، این امکانات در دسترس نهادها وجود داشت. دقیقاً. خب یعنی کل کار متکی و مبتنی بر امکانات است. اگر امکانات نبود، این تدابیر قبلاً پیش بینی شده. اما شما از امکانات حرف می‌زنید. ببینید من نمیفهم که در صحبت ها من میخوام بگم که در این طرحی که ما گنجانیدیم که تا یک ماه قبل تنظیم شده، تمام مکلفیت ها رو برای نهادهای تحصیلات عالی افغانستان به وجود آورده. اما شما میگین که نهادهای تحصیلات عالی افغان تدابیر است برخورد استوار بر شرایطی متفاوت. حالا میتونم دیدگاه برای باشه که ما بگیم یعنی یک طرح فاصله اجتماعی در چند دانشگاه متفاوت خواهد بود. نظر به امکانات در دست داشته، نظر به دقیقاً صنوف تقسیم شده، بعض از محصلین در تقسیم اوقاتی که تنظیم شده، شما شاید شبکه‌های اجتماعی هم ببینین یک سن به چند گروه تقسیم شده، تایم های قبل از ظهر و بعد از ظهر به وجود آمده. حتی تعداد از محصلین به نسبت تعداد کردیت ها و مزامین به هفته 3 تا 4 روز تنظیم شده، تدابیر لازم به وجود آمده. تشکر. پوهندوی شهیدزاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان است. حضورتان در برنامه موفق باشین و ادامه این ویژه برنامه تا چند لحظه. قرار است تا 3 روز دیگر جرگه مشورتی درباره سرنوشت 400 زندانی گروه طالبان برگزار شود. در جنب این مسئله گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور افغانستان با سران پاکستان، هند، ایران، ترکیه و چند کشور دیگر و همچنان گفتگوی ویدیویی وزیر خارجه آمریکا با ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان از مسائل مورد بحث در این برنامه و در این بخش برنامه هستند. مهمانانم آقایان عارف کیانی سخنگوی محور مردم افغانستان و لطیف محمود رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان هستند. خوش آمدید مهمانان گرامی. محمود صاحب با شما بحث را آغاز میکنیم در باب همین 3 مسئله. تا 3 روز دیگر جرگه برگزار میشه. بسیاری ها میگن که نیاز نبوده این کار شما. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، خدمت آقای کیانی و بیننده های ورجاوند تلویزیون وزین ترو نیوز و ترو. در جامعه دموکراتیک تفاوت نظرها به عنوان یک اصل مطرح است و زعامت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان است تفاوت نظرها را به عنوان یک دستاورد کلان در جامعه دموکراتیک میدانه و از تفاوت نظرها، از انتقادات و از نقدها استقبال میکنه. شما مستحضر هستین که صلح یک پروسه ملی خواست مردم افغانستان و اولویت حکومت افغانستان بود. حکومت افغانستان به خاطر این خواست مردم افغانستان است. چندی بدین سو تلاش های با دیپلماسی چند جانبگرا در 3 ساحت، در ساحت ملی، منطقه‌ای و جهانی گفتمان صلح را از یک گفتمان که در قالب آرزو مطرح بود به گفتمان غالب ملی، منطقه‌ای و جهانی مبدل ساخت که شما مصداق بارزش را گفتین که در یک گفتگوی تلفنی با 6 کشور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان داشت در ایامید و حمایت لازمشان را از پروسه صلح افغانستان در ابعاد مختلف اعلام داشتند. بسیار خوب، نیاز چه بوده که جرگه برگزار شد؟ در نظام‌های دموکراتیک اراده شهروندان اجماع به منظور رسیدن به خواست‌های کلان مردم افغانستان از بدیهیات است یا از اصول اساسی است. فلازا همونطور که جلالت ماب رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مراسم ایدی یا در سخنرانی ایدی خود اشارات داشتن، بحث یکی از مباحث در اوجا بحث
رهایی زندانیان بود. اما فراموش نکنید که این جرگه در واقع بستر دوم امون جرگه مشورتی سال پار است. در اونجا بحث هایی که مطرح شد بحث جمهوریت بود، حمایت تقویت جمهوریت، رهایی زندانیان در اونجا مطرح شد، در اونجا بر اجماع مردم افغانستان بحث های شد، در اونجا بر نقشه راه صلح افغانستان بحث های شد که در این جرگه هم بخش از بحث ها در واقع گزارش ارائه خواهد شد برای مردم از تطبیق تعهدات حکومت در اون جرگه که 3200 نفر آمد، از صداهای مردم که تو جرگه بلند شد و بخش از بحث ها رهایی هم خواهد بود. بسیار خوب، چگونه یک بحث حقوقی را که رئیس جمهور با مشاوران حقوقیش و نهادهای حقوقیش نمیتونه نهایی بکنه، یک جرگه از اقشار مختلف با دیدگاه های مختلف میتونه نهایی بسازه؟ پرسش هستیم. ببینین، اگر به تاریخ سیاسی افغانستان نگریسته شود، تنها جرگه های حقوقی را که شما اشاره می فرمین، منظورتان جرگه است که در ماده 10 قانون اساسی افغانستان با او اشاره شده که عالی ترین مظهر اراده مردم است و او جرگه بنابر نبود شوراهای ولسوالی نمیشه که در برهه های از زمان یا در این مقطع برگزار شد. اما نه، بس چیزی منطق جرگه را شما میخواید؟ نه خیر، نه، بس این است که وقت رئیس جمهور استوار بر ملاحظات عدلی و قضایی و نهادهای عدلی و قضایی نمیتونه درباره 400 زندانی تصمیم بگیره، جرگه میتونه؟ ببینین، ما دو تا بحث داریم. یکی بحث هایی است که در قالب مساله اولیا منافع ملی افغانستان و خواستای مردم افغانستان مطرح میشه که یکی از مبانی اساسی قوانین اساسی و سایر قوانین مساله اولیا هم است. اگر شما به مبنای قانون اساسی و سایر قوانین بپردازین که آقای کیانی هم اینجا نشسته، در اونجا در کنار شهر مساله اولیا، منافع ملی افغانستان، مصلحت نظام، اینا هم به عنوان مبانی مسائل حقوقی، یعنی جرگه میتونه تصمیم بگیره در این بار؟ عرض میکنم خدمت شما، جرگه در واقع یک امر دموکراتیک است. شهروندان افغانستان یا اقشار مختلف از نقاط مختلف افغانستان میه در یک امر مهم ملی نظرات خود را با نظام شریک میسازد تا در قالب او نظرات به خواست مردم افغانستان که صلح است و پایان جنگ است و در این خصوص کاملا اجماع مطلق وجود دارد. که من میخوام بر شما نمونه برم آقای محمود. بس دموکراسی و مسائل دموکراتیک را در میان گذاشتین، برخورد دوگونه است با این پدیده. درباره مسئله زندانیان من رأی مردم را در نظر میگیرین و از نماینده های مردم را، درباره دسترخان ملی و فیصله مجلس نمایندگان تمکین نمیکنین. اجازه میفرمایید که میره وضاحت بتونم؟ هر دو بس ملی است. بسیار خوب، ببینین، یک نکته را باید به صراحت گفت که در قالب ابهام باقی نمانه و این متاسفانه در بین برخی از دوستا به عنوان ای که اطلاع رسانی درست نشده و یا دوستا به معلومات درست دسترسی نداره مطرح است. ما دو بودجه داریم، بودجه عادی و بودجه انکشافی. در ماده 90 و 91 قانون اساسی افغانستان که مربوط به فصل 5 میشه، بحثایی که در بحث در نظر گرفتن آرای مردم، اجازه میخوایم من پاسخ شما رسمی مردم را خواستشان را درباره یک بحث ملی اجازه در بحث دیگه میایین اجازه با نماینده غیر رسمی بحث نمیپذیریم. بحث دسترخان ملی یک بحث بشر دوستانه است، یک بحث ملی است. بحث است که ویروس کرونا به عنوان یک تهدید نه تنها افغانستان را بل جامعه جهانی را با مخاطره مواجه ساخته. واسه هست بنابر دلایل شورای ملی رد میکنه جامعه مثلا. جهانی به عنوان یک بحث بسیار کلان حقوق بشری مطرح است، به عنوان کمک های حقوق بشری که در نظام بین المللی جایگاه خود داره. این کمک از طرف بانک جهانی، نتیجه رأی را میگم، نتیجه دیدگاه شهروندان و خواست شهروندان را میگم. مجلس نمایندگان نمایندگی از مردم میکنه، میگه که همین برنامه لازم نیست،
شفافیت در کار نیست، نیاز نیست عملی شود؟ خب شما در نظر نمیگیرین. ببین در بحث دیگه باز مسائل دموکراسی و نهادهای دموکراتیک و تصامیم ما به فرداش کنفرانس کلان را برگزار کردیم و معلومات لازم را کردیم. در اونجا سوء تفاهم می بود آقای احمدی که گویا این بودجه، این هزینه 280 میلیون دلاری یا 244 میلیون دلاری که از جانب حکومت افغانستان، از جانب بودجه حکومت افغانستان مطرح بود، اما این بحث نبود. در اوجه این کمک یک کمک بشردوستانه است برای مردم افغانستان. آقای محمود، من بحث خواست مردم و رأی نمایندگان مردم را با شما در میان میگذارم. بس بودجه و دسترخان ملی نیست، برخورد با این مسائل است. در یک بس یکسان برخورد در بس دیگر دیگر. ببینید، من خدمت شما عرض کردم آقای احمدی که در اردو مورد ما برخورد ما یکسان است. این کمکی که در رابطه با دسترخان ملی بود کمک جامعه جهانی بود. خواست برای مردم افغانستان. خواست نماینده ها چی است میفهمین؟ ببینید، گفتن نباید عملی شود. وضاحت داده شد بر نماینده ها، وضاحت لازم داده شد که این مربوط به بودجه افغانستان نیست، این یک کمک است برای گروه خاص. نمونه آوردم آقای محمود، اجازه بدین کیانی صاحب دیدشان رب پردازان در عباره نیاز است سوار بر سخنان آقای محمود و این جرگه برگزار شود و حتمی هم است، مثلا ملی است، کلان است، باید رایزنی شود در عباره. درود بر شما و آقای محمود و بینندگان عزیز تلویزیون طلوع نیوز. ببینید، نفس و ذات مشورت با شهروندان و وسیله نمودن قاعده تصمیم گیری در نظام های دموکراتیک یک اصل مقبول و یک اصل نیک است. اما از آن جایی که شما نمی توانید یک موضوع حقوقی را با ایجاد نهادهای غیر حقوقی که جایگاه حقوقی در قوانین نافذی افغانستان ندارند و جایگاهشان در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده، بتوانید این گیره را با اون حل کنه با توسل به اون رویکرد غیر حقوقی. در قانون اساسی افغانستان در دو جا مسئله اجماع آمده که تعریف های گوناگون از اون صورت گرفته. یکی در ماده 110 قانون اساسی افغانستان، در 110 قانون اساسی افغانستان لوی جرگه با همون ساختارش تعریف شده که اعضای لوی جرگه کیست. در اونجا شرایط تعریف شده که با در کدام شرایط حکومت میتونه لوی جرگه را به منظور رسیدن به یک راهکار، یک راه حل کلیدی دعوت کنه. بحث دیگر که در ماده 65 قانون اساسی افغانستان راست که رئیس جمهور قانونی گفته میتونه با رای ملت مراجعه کنه، آن هم در بند دوم ماده 65 گفته شده که این دعوت نباید مقایر با احکام قانون باشد. در اونجا منظور از قانونگذار رفراندوم یا همپرسی است. شما وقتی که میاین 4600 معبوس خلاف موازین حقوقی بدون در نظر گرفتن حق الناس یا حق العبدی، بدون در نظر گرفتن احکام محاکم ثلاثی افغانستان، خلاف ماده 116 قانون اساسی افغانستان که قوی قضایی را یک نهاد مستقل تعریف کرده، میاین آزاد میکنند و بدون از اینکه از رهگذر شدت و خفت جرایم یا را طبقه بندی کنند که کی مرتکب جرم جنحه شده، کی قباحت شده، کی جنایت شده. ببینید در ماده بند 18 ماده 64 قانون اساسی افغانستان بر رئیس جمهور قانونی صلاحیت تخفیف یا عفو مجازات مطابق به احکام قانون داده شده. اما یک دفعه میان شما 4600 تن بدون در نظر گرفتن این شاخص ها و این پارامترهای حقوقی رها میکنین و مادامی که با سر و صدا و افکار عامه بر ضدتان موج میگیره، میان به بهانه های گوناگون جهت توجیه غیر رویکرد غیر قانونی خود باز دعوت میکنیم. بنابر چند دلیل متاسفانه این دعوت این جرگه نمیتواند ممید در روند تسریع روند مساله واقع شود. یک، بنابر غیر قانونی بودن دعوت این جرگه، چون هیچ جایگاه حقوقی ندارد، نهادی که جایگاه مشورتی هم باشد و مشورتی هم باشد و مشورتی به مفهوم از اینکه فیصله و مصوبات این جرگه الزام در معایده وی بودن نمیتونه باشه، یا به عبارت دیگر ضمانت اجرایی پیدا نمیکنه. دو، بنابر نبود بودجه کافی وضعیت مردم افغانستان شما میدونید بسیار خراب است. سه، بنابر تعدیداتی که ناشی از
ویروس کرونا و در کل فراگیر شدن ویروس کرونا، چهار بنابر تهدیدات امنیتی که متوجه مردم افغانستان است و شما 3200 تن در زیر خیمه دعوت میکنیم، پنج بنابر ایجاد مزاحمت برای شهروندان کابل، شش به خاطر تأخیر در گفتگوهای در شروع گفتگوهای بین الافغانی، و هفت متاسفانه بنابر توجیه عملکرد غیرقانونی خود و از زیر بار مسئولیت نجات دادن خود و بار مسئولیت انداختن به دوش شهروندان افغانستان، و هشت چون افرادی که همو زمان ما گفته بودیم که میکانیزم گزینش افراد و اشخاصی که در این جرگه میان به اساس سلیقه های فردی است و نی به اساس اون انتخاباتی که حداقل از رهگذر سوریه بتونه یک پروسیجر را طی کنه، فلاز بنابر این هفت یا هشت دلیلی که من مطرح کردم، این روند نمیتواند، این جرگه نمیتواند ممید در روند مساله با مخالفین مسلح به ویژه گروه طالبان واقع شود و فقط جز مصرف کردن و ضایع کردن پول ثمر دیگر در پی نخواهد داشت. چرا محور مردم افغانستان در این باره به حکومت مشوره نمی تهی نکات را برجسته نمی سازد؟ ما خوشبختانه نه تنها که حال ما از زیر به این طرف صدای مردم افغانستان بودیم، همواره پیرامون تهدیداتی که متوجه مردم افغانستان بوده، نگاه ما از بیرون به درون حکومت بوده، ما همواره صدای خود بالا کردیم. هفته پیش ما کنفرانس مطبوعاتی داشتیم، ما نگرانی ها و دغدغه های خود به مردم افغانستان شریک ساختیم. متاسفانه حالا حکومت مسئولی که بتونه صدا را بشنوه، حکومت مسئول مفقود است. شما ببینید در بود توزیع نان جناب محمود تشریف دارند، 800 میلیون افغانی به اساس یک گزارش پژوهشی 8 صبح اختلاس شد، شهردار کابل با تیم فاسد خود دزدی کرده. چی شد؟ کی صدای مردم شنید؟ با کجا؟ یعنی شما من حیث یک ژورنالیست شما بگین ما با کجا مراجعه کنیم؟ صدا اداره بازرس کار میکنه در زمینه بازرس، نتیجه چی بوده؟ جرم مشهود است، مشهود است. چی شده؟ بازرس باز مطالب امو شالودی یافته های خود به کی شریک میسازه؟ میگن مشهود است. نمیشد که همین گزارش 8 صبح میگرفتن. متاسفانه حکومت در چند جهت نامتعارف نامشخص بالاخره اگر جرگه برگزار شود و تصمیم بگیره، تصمیم قانونی است و عملی است؟ ما تصور میکنیم که متاسفانه به خاطر رهایی 5000 زندانی پیش از اینکه جرگه دعوت بشه، پیش از اینکه سر صدا برپا بشه، یک معامله صورت گرفته بود بین ایالات متحده آمریکا و آقای غنی. معامله از این قرار بود که اگر آقای خلیلزاد و جمع آقای میلر به تألیف آقای غنی شرکت میکردن، این 5000 زندانی بنابر فیصله تفاهمنامه دو جانبه که بین آمریکا و بین طالب در دوحه انعقاد شده بود، این 5000 زندانی رها می شدن. من فکر می کنم این معامله صورت گرفته، این 5000 ولو که این جرگه نمایشی سیاسی در این فرصت فرسایشی رأی منفی هم بده، این 400 زندانی رها میشه و شما شاهد خواهید بود. ببینین چرا برگزار میشه اینجا؟ فقط نمایشی است، فقط از زیر بار مسئولیت نجات دادن خود، انتقال مسئولیت به شکل تصنعی به طرف دیگر. شما دیدین که ایام همین 5000 زندانی، رهایی 5000 زندانی، خط سرخ تعریف از جانب جناب غنی تعریف نشده بود. خب چی شد این خط سرخ؟ با گرفتن کدام امتیاز به خط سبز تغییر کرد؟ این پرسش هاییست که تا کنون پاسخ داده نشده است. تشکر آقای محمود، به این پرسش ها پاسخ دارین؟ غیر قانونی بودن جایگاه جرگه، نبود بودجه کافی، تهدیدات ویروس کرونا و امنیتی، ایجاد مزاحمت به شهروندان کابل، از همه مهمتر که پرسش از طرف کسانی که در بیرون از حکومت هستند و همچنان طالبان، گونه تلاش به خاطر تأخیر در آغاز گفتگوها. خب پس اجازه بدین که من کوتاه بپردازم. یک، در خصوص طالبان، اگر بحث تأخیر می بود، طی 4 روز که ما اعلام کردیم از این تلویزیون وزین شما پخش شد که تا 4 روز دیگر جرگه برگزار میشه. 4 روز تأخیر نیست. شما میدانین که مخالفین مسلح افغانستان با دایه امارت خود، فقط با دایه خشونت دارن پیش میان. کاهش خشونت، آتش بس، اینا از تعهداتشان بود که متاسفانه به این تعهدات خود عمل نکرده. شما میزان خشونت هم میبینین که با گذشت هر روز به کجا اوج گرفته و توقع مردم افغانستان و جهانیان، سازمان ملل متحد، نهادهای مسئول بین المللی از مخالفین مسلح افغانستان این است که دست از خشونت بکشن، دست از آتش‌کشی بکشن و بیان به صلح واقعی
مردم را نفریبند. یک بحث دوم که اشاره شد بحث اختلاس در پروسه نان، ما محکمه نیستیم که قضاوت بکنیم، نه تلویزیون طلوع نیوز محکمه است، نه آقای کیانی و نه لطیف محمود. نهاد بازرس موارد فساد را در این مسئله شما دیدین تایی گزارشه که پذیرفتن، بررسی ها ادامه داره. اجازه بدین به ساختارهای افغانستان که مسائل را به شکل تخصصی بررسی بکنه، در صورتی که موارد فساد باشه به نهادهای کشفی و خب اداره بازرس یک چارچوب قانونی به خاطر پرداختن و مسائل نداره. اداره بازرس به عنوان یک گذشته به عنوان یک ساختار بله کار خود انجام داده، در صورتی که در نبود یک چارچوب قانونی چه در صورتی که باز یک بحث دیگه است، اگر وارد بحثیم از این نقشه از این بحث ما بیرون بشیم، یعنی یک نهاد بدون چارچوب قانونی کار را انجام داده و شما ستایش ببینید از این بحث است، یک حکم شکل گرفته شما میدین حالا بحث ما از این بحث بیرون میشه جای دیگه میره و روی چارچوب حقوقی شما میدین که کارا جریان داره. در بحث جرگه دو سال شده از ایجاد نهاد بازرس، اگر جرگه رد بکنه مسئله رهایی زندانیان طالبان را پیش از وقت است. ببینید ما به اراده مردم افغانستان آقای احمدی، من امیدوارم بر من چند نکته دیگر هم اجازه بدین بعد خدمت شما میام. کوتوس فرصت هم نکست. خب. اگر جرگر رد بکنه رهایی 400 زندانی را روان میره به بون راست. پیش از وقت است. ما به اراده مردم افغانستان احترام داریم. هر چی اراده مردم افغانستان باشه، حکومت افغانستان به او احترام خواهد داشت و احترام داره و او را تطبیق خواهد کرد. چند نکته دیگر در قسمت کرونا تمام شرایط رعایت شده، ما در این وضعیت هستیم، نمیشه که ماشین حکومت را و یا ما از زندگی دست بکشیم بگیم که کرونا است. درست بحث مزاحمت، مردم افغانستان جانهای خود از دست میدن اگر یک روز دو روز به خاطر رسیدن به صلح یکی دو سرک مسدود میشه، ما حاضر هستیم که پوزش بخوایم به خاطر ای که ما برسیم به یک صلحی که خواست مردم افغانستان است. در نتیجه بسن راه ها کس طفل نوزادش را از دست داد. بحث تهدید امنیتی متاسفانه در افغانستان، تهدید امنیتی متاسفانه وجود داره، با شما موافق هستیم. میزان خشونت از طرف کسانی که دعای صلح داره ولی خشونت را به گذشته هر روز بلند میکنن، خواست ما هم مثل شما این است که حداقل با آتش بس حرمت بگذارن، دست از خشونت بکشن و به صلح بیان. اجماع یک بحث بسیار خوب است. اگر در یک مورد من نظر آقای کیانی را، نظر شما را و از مثل شما شهروندان افغانستان را داشته باشیم، کجایش مشکل داره؟ اما سیاستگران کلان در بحث برگزاری این جرگه اجماع ندارن. شما به این تمکین نمیکنین. کیها؟ آقای کیانی شما سراغ دارین که ها مخالف برگزاری این جرگه در بیرون از حکومت هستن؟ ببینین من تصور میکنم مردم افغانستان هیچ کس مخالف صلح نیست. متاسفانه میکانیزم ها و اسلوب های رسیدن به صلح آنچنان که از جانب حکومت تعریف شده در بعضی موارد استکاک آفرین و چالش آفرین بوده، یعنی راهی که مردم افغانستان تمنا و توقع داشتن که اون راه منتهی به ثبات دائمی در داخل افغانستان بشه، اون راه نادرست انتخاب شده. ما طرفدار این هستیم که از با در نظر گرفتن میکانیزم های شفاف. اما در بحث جرگه اجماع بگوین بله، بله ما مینیس جریان سیاسی میور مردم افغانستان و متحدینی که ما داریم، در سال گذشته همچنان ما مخالف برگزاری این جرگه بودیم و میدانستیم که نتیجه مطلوب و ایدئال نمیده. شما ببینیم در سال گذشته بنابر اطلاعاتی که ما داریم و به دسترس شما آمد، تنها 5 میلیون از درک گرفتن ادویجات دزدی شد در این جرگه. این جرگه گوش از طرف دیگر ترور صلابت و پرستیژ چنین جرگه هایی که در گذشته ها گرگوش های چالش های مردم افغانستان بوده، یک تعریف کاملا توأم با معانی وسیع از این مردم افغانستان در ذهنشان تداعی شده بود. اما متاسفانه این جرگه هایی که فیصله هایی که کردن، هیچ یک از فیصله هایشان در منصه اجرا از جانب حکومت قرار نگرفت. این ترور اعتبار نهادهای بسیار معتبری بوده که در گذشته چالش ها را حل کرده. در قسمت اجماع ملی خدمت شما آقای احمدی با برای جرگه اجماع ملی داریم. رهبرای افغانستان، اکثریت رهبرای معظم افغانستان همسویی کامل در نسبت به در قسمت صلح یک اجماع کلان ملی منطقه‌ای و جهانی وجود داره. در قسمت جرگه شما خواهید دید که رهبران افغانستان در این خصوص اجماع داره. بله ما نمیتونیم که تمام از بزرگان را بگیم که شما مثل ما فکر بکنین و ما از تفاوت نظرها استقبال میکنیم. در بحث گفتگوهای تلفنی آقای غنی با سران چند کشور با ویژه ایران، پاکستان، هند، ترکیه، امروز آقای صدیقی در یک نشست خبری گفت که عمران خان
گفته که پاکستان خواهان نقش مثبت در روند صلح افغانستان است و این روند حمایت میکنه. در این گفتگوی تلفنی از پاکستان پرسیده شده که عامل یا حامی عاملان حمله دیروز در ننگرهار کیست؟ بحثی که در رابطه به بحث تلفنی که با رهبران منطقه صورت گرفت، فلسفه اصلیش اجماع منطقه در رابطه به صلح بود. شما میدین آقای احمدی که صلح خواست مردم افغانستان است و تلاش های واقعی گرایانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم در سطح ملی، هم در سطح منطقی و هم در سطح جهانی صلح به گفتمان کلان مبدل ساخته. بحث همین مسائل گفتمان ملی و بین المللی و کلان ایران، پاکستان، از ایران، از ایران، از ایران امروز گفتمان صلح افغانستان حمایت میکنه. از ایران پرسیده شد که در پارک ملت کی با حمایت کی بیرق طالبان را بلند کرد؟ خب توقع ما به عنوان حکومت افغانستان از کشورهای همسایه فرصت بوده باید پرسیدن میشد. حالا توقع ما ایست. ببینید ما در نظام بین الملل یک سلسله کدای اخلاقی و اصول بین الملل داریم. توقع ما به عنوان حکومت افغانستان از کشورهای همسایه این است که جلو فعالیت های گروه های دهشت افغان را بگیرن تا پارچه های را تا بالا نکنه. حالا شما اشاره پرچم داشتید، من پارچه میگم، پارچه هایی را تا بالا نکنه، چون فرصت های شکل گرفته صلح و به تبلیغات علیه یک حکومت دیگه گروه های دست نزنه، چون فرصت های صلح در واقع با تلاش های منطقه و افغانستان جهان شکل گرفته و این پارچه های تکه تا پایین بالا کردن این فرصت ها را اما پیام داره، پیام مشخص داره. ما امیدوار هستیم که کشورها آقای کیانی امو اسنم جواری را رعایت بکنن و در این خصوص به این فعالیت های جازنه. امروز آقای صدیقی در نشست خبری به سرعت گفت که نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با آقای غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان نقش مثبت پاکستان در روند صلح افغانستان شده و از روند صلح حمایت میکنه. حمله ننگرهار را دیدین؟ هفته پیش به نشست خبری شما اشاره کردین که در او صلح نیابتی گفته شد و پاکستان با داشتن حق ویتو در این روند حاضر است. متاسفانه از 18 سال به این طرف نگاه جامعه جهانی به افغانستان از عینک پاکستان بوده. ایالات متحده آمریکا افغانستان را از رهگذر امنیتی به سطح کلان در جنوب نهادهای امنیتی جنوب آسیا تعریف کرده و کشورهای تاثیرگذار در جنوب آسیا جمهوری پاکستان و همچنان هندوستان است که بیشتر نگاه آمریکا به افغانستان از عینک پاکستان بوده. نگاه پاکستان با تاسف به جنگ و صلح افغانستان یک نگاه تاکتیکی است و این نگاه تاکتیکی به دلیلی است که پاکستان با چهار مؤلفه کلیدی معنا و مفهوم پیدا میکنه: افراطیت، تروریسم، دهشت افکنی و در کل باجگیری از جهان. بنابر این چهار مؤلفه که ستون قسمان ثبات پاکستان در بود اقتصادی، در بود سیاسی، در منطقه اعتبار میکنه، هیچگاه با مردم افغانستان صادق نبوده. همه که شما میبینید سطح دوم طالب که ظاهرا با شبکه های تروریستی منطقوی رابطه بسیار حسنه دارند، به نام داعش پرچم بالا میکنند و مقرشان در پاکستان است. شما شبکه حقانی رو میبینید، اکثریت تحرکاتی که صورت میگیره با تاسف شبکه حقانی است، به نام داعش پرچم بالا میکنه. فلاحظ خاص ما از پاکستان است که واقعا اگر میخواهی با مردم افغانستان در امر رسیدن به یک صلح دائمی که همچنان منافع مشروع پاکستان در این صلح تعریف بشه، بیای به شکل صادقانه پناهگاه های تروریستان که در آن طرف مرز است، بیای پناهگاهشان را ببنده. و یعنی بحث اجماع منطقی هنوز هم کشورهای منطقه با تاسف و نگاهشان به صلح افغانستان نگاه تو هم با شک و گمانه، چون بالای خود شک دارند و نگاهشان بیشتر از اینکه نگاه صادقانه باشه نگاه استخباراتی امنیتی است. فلهازا اجماع شکل گرفته ولی این اجماع اجماع ارگانیک نیست، اجماع تصنعی است و وابسته به دستگاه دیپلماتیک افغانستان. تشکر. در چند ثانیه آقای محمود، 30 ثانیه، کمتر از 30 ثانیه، اجماعی که شما سخن میزنین منطقه‌ای و جهانی هم بسیار صادقانه نیست و استوار بر حقایق. خب آقای احمدی، از این واقعیت نباید چشم پوشی کرد که هر کشور مبتنی بر منافع خود. تشکر. آقای محمود، رئیس مرکز رسانه های حکومت و آقای کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان، از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که این بحث را دنبال کردند، وقت بخیر.